دوستانی که میخوان در مناطق سرد بادام بکارن و کاملا نتیجه بگیرن از او و محصول خیلی خوب برداشت کنن، این ویدیو مخصوص شماست. میتونین ببینین انواع مختلفی درختان و بادام هایی که مقاوم به سرما هست بر شما معرفی میکنم. پس دقیق تا آخر با ما همراه باشید. درود به تو دوست خوبم، قربان آزاد هستم و خوش اومدین به کانال یوتیوب باغبان آزاد. دوست عزیز، در کانال باغبان آزاد کاملا موضوعات باغداری و کشاورزی برای شما میسازم که چه قسم میتونین ارگانیک کد بسازین و چه قسم میتونین در باغداری خود موفق عمل کنین تا اینکه نتیجه و حاصل خوب بگیرین. پس اگر تازه هستین حتما کانال را سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای جدیدی ما جا نمونین. در این ویدیو ما شما انواع مختلف درختان و مخصوصا بادام را میخوانیم که کدامش ما میتونیم در مناطق سرد و کوهستانی بکاریم تا اینکه نتیجه خوب بگیریم. شما در جریان هستین، درخت بادام یگانه عجول ترین درختی هست که خیلی سریع گل میکنه، شکوفه میکنه و سرمای دررس بهاره یا سرمای دررس زمستانه میآید، فورا تمام گلها را سرما میزنه و بدون نتیجه درختان ما و شما نتیجه درست حسابی گرفتن نمیتونیم. شاید یک سال نتیجه بگیریم، دو سال دیگه نتیجه نگیریم، یا دو سال نتیجه بگیریم، سال سوم نتیجه نگیریم. پس در قسمت انتخاب نهال، پیوند نهال خیلی دقیق باشین تا اینکه نوع درخت را بگیرین که دیر گل کنه، یعنی شکوفه هاشون دیر باز شوه که سرمای دیر رس بهاره یا زود رس بهاره را دریب زده باشه و بعد از سرما گل و شکوفه‌اش برایه و همچنان مقاومت به سرما داشته باشه. نکنه که در جریان در وسط زمستان درختان شما خشک شوه. پس 5-6 تا از انواع مختلفی بادام ها رو به شما معرفی میکنم که چه قسم شما میتونید استفاده کنید. دوستایی که در افغانستان زندگی میکنه، دو نوع رو بر شما من معرفی میکنم که در هر گوشه افغانستان شما میتونید یافت کنین و از لحاظ تجارت هم بهترین قیمت را داره و از لحاظ باروری هم بسیار سودآور و پرحاصل هست و همه سال هم حاصل میگیره و وقتی که به حاصل بیاید به راحتی شما حاصل برداری میتونین. اگر بادام را متوجه باشین، بعضی وقتا بعضی انواع مختلف درخت ها هستن که با چوب هر قدر که محکم میزنیم از شاخ درخت ها جدا نمیشه، حتی شاخش میشکنه و باز جدا نمیشه. ولی این دو نوره که به شما معرفی میکنم، یک قسم هست که با شور دادن پایین میفته و براحتی حاصل برداریش خیلی قوی است، مغز سفید داره و تجارها همیشه ایره خوش میکنه. یکی نوع بادام عبدالواحدی هست که در هر گوشه افغانستان یافت میشه. یکی نوع ستاربایی رسا هست که هر دوشان خیلی تجارها به این علاقه مند است. عبدالواحدی یک مقدار گرده هست، به شکل تخم مرغی هست و این نوع ستاربایی رسا دراز دراز هست، به اندازه نوک انگشتای شما دراز هست و این بسیار مغز خیلی پر خوب سفید داره و این هم بسیار از لحاظ تجارت مقام خیلی خوبی داره. و دوستایی که در ایران قرار دارن، نوع به نام فرانس که منشه اصلیش فرانسه هست، در ایران دوستا زیاد میکارن، بسیار نوع مقاوم به سرما هست و دررس هست، در گل میکنه، شکوفه هاش میبرایه و از لحاظ باروری هم بسیار پرسود و پرحاصل هست. شما میتونید از این بکارین و یک چیز را باید به شما اشاره کنم، این هست که خودش نمیتونه گرد افشانی کنه، حتما نبات دیگه ای، نوع بادام دیگه ای را در کنارش باید داشته باشین، مانند شکوفه و سهند، که اینا بتونه اینا را بارور بسازه. و نوع دیگر به نام درگل آذری هست که بیشتر در منطقه آذرشهر کاشت میشه، از اون خاطر آذری مانده و منشأ اصلیش ایتالیا و فرانسه است، یعنی نوع ایتالیایی و فرانسی با هم برد شده، با هم نسل گیری شده تا اینکه ای بدست آمده و این هم یکی از انواع بادام های مقاوم به خشکی و مقاوم به سرما هست. دوستایی که کم آب هست، سرزمینش آبش کم هست، از این میتونه بکاره، خیلی نتیجه بخش است و یه هم بسیار پرحاصل و همچنان دیر گل میکنه، سرمای دیر رس بهاره رو درپ میزنه و بعد شکوفه ها گلاش میبره، بسیار قوی و پرحاصل هست. نوع بادامی که مقام به سرما هست شاهرودی هست.
که ای هم از لحاظ تجارتی بسیار جایگاه خوب داره، مقاومت به سرما هست، یعنی با هوای سرد بسیار مقاوم است، درگول هست و خوبیش است که خودش خودگرد افشان هست، نیاز به بادام دیگه نداره، نیاز به گردی دیگه نداره، خودش میتونه خود گرد افشانی بکنه. و خوبی دیگه ایش است که نیمه کاغذی هست، مغزش زیاد هست، پوستش نازک است و راحتی شما با دست میتونین بشکنین که بسیار از لحاظ تجارتی جایگاه بالا داره. بادام دیگر به نام نوع تونو هست که منشأ اصلیش ایتالیا هست، در ایران زیاد یافت میشه و این هم خوبیش است که خود گردافشان است، به راحتی خودشان گردافشانی میتونه، مقاومت به سرما داره، میتونین از این نوع هم پیدا کنین و بدون کدام جنجال بکنین. نوع آخر هم نوع شمشیری هست که منشأش فرانسه هست، در ایران یافت میشه، شما میتونین یافت کنین، مخصوص مناطق سرد هست و پوستش یک مقدار دبل هست، یعنی ضخیم هست، گفته میتونیم که سنگک هست و این هم از لحاظ سوداوری بسیار پرسود هست و شما میتونید را بکارین در مناطق سرد بسیار موفق عمل کنن. چند تا نوعی که در افغانستان بود و همچنان در ایران بود ما بر شما اشاره کردم و دوستایی که از اینا دارن میتونن کامنت بدن که چی وضعیت دارن، آیا میتونن نتیجه بگیرن یا نه، و دوستایی که از انواع درگول دارن نتیجه خیلی خوبی هم گرفتن که ما انواعش اینجا اشاره نکردیم، میتونن در کامنت ها بنویسین تا دوستا وقتی مطالعه میکنن خبر شون. تا ویدیو دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم.